امروز در خبرها، یک سخنگوی دولت آلمان میگوید با وجود قول رئیس جمهور روسیه نشانی از خروج نیروهای روسیه از گرجستان به چشم نمیخورد. در حال حاضر نشانه بارزی از اینکه خروج نیروهای روسیه واقعا شروع شده باشد دیده نمیشود. این وضع بسیار ناخوشایند است. این اظهار نظر پس از آن به عمل آمد که مسکو دیروز پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که خواستار عقب نشینی نیروهای روسیه به خطوط پیش از بحران است رد کرد و گفت قطعنامه مذکور با شرایط قرارداد آتش بس هفته پیش تضاد دارد. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا دیروز اقدام روسیه را تقبیح کرد و گفت بسیار آشکار است که روسیه خود را منزوی می‌سازد و بیش از پیش در این مناقشه متمرد شناخته می شود. رئیس جمهور روسیه دیروز بار دیگر قول داد که نیروهای روسیه از گرجستان خارج می شود و به نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت که همه 500 سرباز روسیه تا پایان هفته از گرجستان خارج می شود. آمریکا و لهستان امروز موافقتنامه‌ای برای استقرار 10 موشک رهگیر در لهستان امضا کردند. این موافقتنامه به رغم آن امضا شد که روسیه اعتراض کرده و آن را تهدیدی نسبت به کشور خود تلقی کرده بود. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا پیش از امضای موافقتنامه با سرکوسی وزیر امور خارجه لهستان گفت این امر به ما کمک می‌کند با خطرات سده 21م یعنی خطر موشک‌های دوربرد از ناحیه کشورهایی چون ایران و کره شمالی مقابله کنیم. اما روسیه گفته است که زمان انعقاد این موافقتنامه را گواه دیگری از این امر تلقی می کند که این سامانه دفاعی روسیه را هدف می گیرد. وی گفت لهستان خود را 100% آماج ساخته است. ماه گذشته رئیس جمهور روسیه گفت ما مجبور خواهیم بود به این امر پاسخ مناسبی بدهیم و به اتحادیه اروپا و آمریکا اخطار شده است. همه کشورهای عضو پیمان ناتو اوایل امسال طرح سپر دفاعی با شرکت جمهوری چک و لهستان را تصویب کردند و آن طرح در سال 2012 آماده بهره برداری خواهد بود. روسیه اخیراً با انعقاد موافقتنامه‌ای در مورد احداث دفاع موشکی با همکاری بلاروس به این طرح پاسخ داد. ایران امروز گفت که از واکنش آمریکا نسبت به آزمایش موشک ماهواره بر ایران که یک مقام دفاع آمریکا دیروز آن را یک عدم موفقیت فاحش خواند شگفت‌زده نشده است. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ملت ایران از این گونه موضع‌گیری‌ها و انکار موفقیت‌های کشورمان توسط مسئولان آمریکایی تعجب نمی‌کند. تهران روز یکشنبه اعلام کرد که یک موشک ماهواره بر به نام سفیر آزمایش کرده و ماهواره آزمایشی را در مدار زمین قرار داده است. اما یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نامش ذکر نشده گفت این پرتاب اندکی پس از برخاست با شکست مواجه شد. وزارت خارجه آلمان گفت این پرتاب به بازسازی اعتماد آسیب دیده جامعه بین المللی نسبت به ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور کمکی نمی کند. کاخ سفید روز یکشنبه ایران را به خاطر آزمایش روز یکشنبه محکوم کرد و آن را نگران کننده خواند. این خبرها و خبرهای دیگر در iranvnc.com